سلام دوستان عزیز، سلام به تک تک شما همراهان گرامی صفحه پراکسی افغانستان. من مرد نقابدار هستم، خواستم یک برنامه زنده داشته باشم در رابطه با انتحار شدن مجیب رحمان، مولای مجیب رحمان انصاری. میخوایم یک راز پنهانی ای ترور مولای صاحب رحمانی، مولای صاحب انصاری را آشکار بسازم در این برنامه، تا باشد که تمام مردم عزیز ما و شما هوشیار و بیدار شوند که چه رازی پشت قتل مولای صاحب انصاری نهفته بود و آیا هدف بعدی علمای دیگر افغانستان است یا خیر، این سلسله جریان دارد یا خیر. ای را می خواهیم که امشب در این برنامه خود بیان کنم، راز کشته شدن مولای صاحب انصاری را. ببینین دوستان عزیز، در قدم نخست از تک تک شما عزیزان خواهان ازی هستم که این صحبت های بنده را تا حد توان شریک بسازین، شیر کنین، تا تمام هموطنان ما بفهمن، هوشیار شوند، بیدار شوند که به کدام سمت روان هستند، به کدام مسیر روان هستند و چی وقت وطن عزیز ما از این قتل و قتال و کشتار و دربدری بیرون خواهد شدیم و بیرون خواهد شد. تا چی زمان ما باید بمیریم؟ ببینید دوستان عزیز، بعد از سقوط جمهوریت به تمام شما عزیزان معلوم است که افغانستان معامله شد. افغانستان زمانی که معامله شد، طالب وارد صحنه افغانستان شد و یک سری از علما نظام طالبا را یک نظام اسلامی قبول کردند، به جای این که پسوند نظام اسلامی به نظام طالبا می دادن، مستقیما نظام طالبا برش خطاب می کردن. چرا؟ به این دلیل که سبب مرگ خودشان شدن. یک ضرب المثل است دوستان عزیز که میگه ما شما میفهمیم که میگن چاکن در چاست. زمانی که در کابل شورای علما تعیین شد، تمام از تمام کشور علما را در کابل جمع کردن و خواستن که به نظام طالبا مشروعیت اسلامی تعیین کنن، به نظام طالبان مشروعیت اسلامی تعیین کنند که هر کس نظر به فتوای خود جناب مولانا مجیب رحمان انصاری، نظر به فتوای خودشان گفتند که هر کسی که کوچکترین حرکتی را علیه نظام اسلامی انجام میده، سر از دور باید بزنین. شما دوستان عزیز این نکته را متوجه باشین، دقیق باشین. نکته اینجا بسیار جالب است که آیا این فتوای خود جناب مولای صاحب باعث قتل خود شد یا خیر. این نکته را دوستان عزیز زیاد متوجه باشین. مولای صاحب گفت، فتوا داد که من سنن علمن از تمام علما کوچکتر هستم. فتوای ای را داد که هر کسی که علیه نظام اسلامی قد علم بکنه، سر از دور باید بزنه. ببینین فتوا را دوستان عزیز. و گلایه ما از تمام علمای افغانستان ای است که همچور فتوایی که اصلا ربطی به دین ندارد، در نطفه باید جلوی ازی گرفته شوه، جلوی همچور فتوا گرفته شوه که باعث قتل انسان های بیگناه میشن. که روز گذشته در نماز جمعه، خوب همه شما در جریان هستین دیگه که چقدر انسانی که اصلا
گناهی نداشتن در مسجد بنو حق به خاطر یک فتوا کشته میشن. دوستان عزیز، زمانی که این حرف مولای صاحب میگه هر کسی که قد علم میکنه سر از دور باید بزنین علیه نظام اسلامی، نکته اینجاست که جناب انصاری صاحب باید میگفت علیه نظام طالبا نه نظام اسلامی. ما اینجا همراه یک گروه تروریستی خیلی با شدت افراطی درگیر هستیم که عبارت از داعش است. همه شما در جریان هستیم. زمانی که این حرف به گوش داعشی ها میرسه، اوا چی کار میکنن؟ اوا میگن ببینین امو زیر دستای خود قسم آموزش و تربیه میدن که بفهمن که فتوا را خود مولای صاحب انصاری داده، هر کسی که علیه نظام اسلامی قد علم میکنه سر از دور باید بزنین. داعش به نحو از اشکال نظام خودشان چی میگن؟ نظام ما نظام اسلامی است. نظام طالب نظام کفری است، نظام باطل است. چرا؟ به خاطر این که نظام طالب معامله شده با امریکا، روی میز نشستن، نظام به معاملگری گرفتن، پس بناً این نظام، نظام اسلامی از نظر داعش شمرده نمیشه. اگر مولای صاحب انصاری میگفت که نظام هر کس علیه نظام طالبا قد علم کنه سر از او از زدن است، امروز انتحار نمیشد در مسجدشان. چرا؟ به خاطر از این که گفت هر کس علیه نظام اسلامی قد علم کنه. نظام طالبا را یک نظام اسلامی به مردم جلوه داد، یک نظام اسلامی. بعد داعش سرسخت فعلا برنامه ریزی قسمی است که داعش سرسخت دشمن طالب است. چرا دشمن طالب است؟ چراش هم براتون گفتم. من فعلا یک داستان جالبی که واقعا من خودم از سر من گذشته را براتون قصه میکنم. پیش از سقوط نظام جمهوریت بود، زمانی که کم مانده بود به نظام جمهوریت سقوط کنه، من علیه یک صفحه فیسبوک دیدم امی از داعش میگفت و نوشته میکرد و پوست میکرد، البته انگلیسی. من یک مسیج پیام دادم به یادم، دوباره به انگلیسی به من پیام داد. باز مرا پرسون کرد از کجا هستی، من پرسون کردم، من گفتم از افغانستان هستم. باز من پرسون کردم شما از کجا هستی، گفت من از عراق هستم. انگلیسی حرف میزدیم. ای مسیج چت که ما ازی انجام دادیم فعلا هم پیش ما هست که باز انشالله فرصت شد ما ایره با مظهر هم به شبکه های اجتماعی به اشتراک میگذارم. یادم گفت که شما در کشور شما طالب است؟ ما گفتم بله در کشور ما طالب است. بعد به ما گفت که طالبا کافر است، طالبا کافر است. ما حیرت زده شدم. خب ده وقت دیگه همه ما شما قبول داشتیم دیگه که طالبا علیه امریکا جنگ میکنن و طالبا خوب هستن و سریعت. بعد این حرف شنیدم، من گفتم شما به چی دلیل میگین؟ گفت به این دلیل ما میگیم که طالبا دست نشانده امریکاست، امریکایی ها طالبا را ساختن به خاطر از این که به نحوی از افغانستان بیرون شون که بدنام نشون. بعد برای من رایی میکرد، میگفت طالبا کشتنش رو، طالب هر کسی که در گروه طالب است کشتنش رو است، باید او کشته شوه. شما باید بیاین به گروه، به من میگفت شما باید بیاین به گروه داعش بپیوندین. گروه داعش گروه اسلامی است، نظام اسلامی است، خلافت اسلامی را پیش میبرم. بعد من برش گفتم که زمانی که شما یک انسان بیگناه به قتل میرسانین، یکی در قرآن نیست کشتن یک انسان بیگناه، کشتن یک انسانی که اصلا دخیل نیست. شما میرین انتحار و انفجار میکنین به خاطر یک نفر، هزارات انسان بیگناه از بین میرن. بعد این حرفای مرا قبول نکرد، رد کرد، حرفای مرا رد کرد. بعد ویدیو را فرستاد. من گفتم چرا این کارا را شما میکنین؟ ویدیویی که سر مردم میزدن و را بر من فرستاد. گفت یا حقشان است یا باید کشته شوند. چرا؟ که یا علیه نظام اسلامی قد علم کردن. البته دقیقا امی فتوای مولای صاحب انصاری را میداد.
بعد از او من گفتم این کار شما بالکل اشتباه است، شما نباید این کار را انجام بدین. خیلی امراج رو بس کردم. حالا هدف در کجاست؟ هدف در اینجا است داعش قسم پروگرام شدگی هستن افرادشان. البته همهشان فریب خوردن، همهشان فریب خوردن. قسم پروگرام شدگی هستن که میگن طالب دست نشانده امریکا است. هر کسی که، هر انسانی که از طالب حمایت میکنه دشمن سرسخت داعش از، باید او چیکار شود؟ سرش زده شود. بعد جناب انصاری صاحب دیگه فتوای خودش بود، چیزی درباره فتوای خودش. ما گلایه ما از تمام علما چی است؟ فتوای خودش بود که بالاخره امی ضرب المثل عام میشه، میگه چاکن در چاست، بالاخره همونطور یک چیز. ما تمام علمای افغانستان درخواست دارم شما اینمی تیکه از صحبتای مرا قسم شیر کنین، تکه کنین که به گوش تمام علما برسه. هر عالمی که میایه نظام طالبه یک نظام اسلامی جلوه میده، نظام طالبه میگه نظام اسلام است، سرانجامش چی در خانهش باشه، چی در داخل مسجد باشه، چی در بیرون باشه، سرانجام کارش مثل مولای صاحب انصاری است. از تمام علمای دین خود خواهش میکنم که حقیقت دیگه از مردم پنهان نکنین، دیگه به چشم مردم به خاطر زور و پول و سیاست خاک نزنین. مردم هوشیار شده و شما هم بیاین، ای که به خاطر ای که بیرق کلمه را طالب بلند کرده، مشروعیت اسلامی را به طالبا برچسب نزنین. ما پیام خود بازم گفتم نه تنها علما، بلی تک تک از افراد هموطنان عزیزم ای پیام میگم که هر زمانی که شما بخواهین در رسانه ها بلند شوین، نظام طالب مشروعیت اسلامی بتین، او زمان است که سرانجام کارتان میشه سرانجام کار مولای صاحب انصاری. متوجه هستین؟ انشالله این قسمتی از گپ دقیق بگیرین و به تمام مردم ما شما برسانین، شیر کنین، بفهمن مردم که واقعا شما کاری نیستین که یک نظامی که اصلا اکثریت اعمالشون اسلامی نیست، شما بیاین او را بگوین نظام اسلامی. بجای ای که شما بگوین نظام اسلامی، مستقیما بگوین نظام طالب، نظام طالبانی مستقیم بگوی نظام طالب. و به تمامی او عزیزانی که چی در داخل کشور هستند، چی در خارج کشور هستند، حمایت از نظام طالب میکنن، ای را بفهمن که یک روز سرانجامشان به اینمی شکل به مثل مولای صاحب انصاری و امثال هم از بین میبرشان. من واقعا ناراحت شدم به کشته شدن مولای صاحب انصاری. عرض تسلیت میگم برای خانواده محترمشون، به بازماندگانشون صبر جمیل میگم، چون از یکی از نخبه های افغانستان ما بود. اگر او واقعا این کارها را در راستای خدمت به وطن میکرد، من مطمئن بودم که وطن ما ساخته میشد. ولی با اون همه علمیتشون فریب ای را خورده بودن که فکر کردن که واقعا دولت اسلامی است. دولت جمهوری قبلی را به مراتب دولت کفری میگفت، به مراتب هر حرفی که میامد علیهشان میزد. ولی هیچ کس در زمان دولت کفری که یا خطاب میکردن علیه از یا قیام نکده بودن. متوجه هستین دوستان عزیز؟ میگه بعضی وقتا فتوای خود آدم بالای جان خود آدم میشه که ما علنن این را چیکار کردیم دیدیم. از تمام دوستان عزیزم میخواهیم که اگر حکومت طالبان را قبول داره، ما مشکل نداریم، هر کس اندیشه آزاد داره، ولی فریب خوردین. ما براتون میگم که فریب نخورین، برچسب اسلامی را علیه حکومت طالبان نزنین. اضافه از وقتتون نمیگیرم، حرفای خود جمع‌بندی میکنم. ما براتون گفتم دوستان عزیز، داعش یکی از دشمنان خطرناک وطن ماست. به این خاطر خیلی متوجه باشین، به دوستانتون، به عزیزانتون بفهمانین که نظام اسلامی را، علیه نظام اسلامی مسخره‌گری نکنن. هر نظامی را که یک کلمه بلند کرد، نظام اسلامی جلوه نتن و طرفداری از یک گروه سیاسی نکنن. افغانستان خانه تروریستان نسازن.
فعلا به مراتب داعش در نقطه نقطه افغانستان جای گرفته، در هر جای جایگزین شده و به خاطر از بین بردن طالبا در کوشش است. همین قسمی که ما شما قبلا در جریان بودیم، حکومت جمهوری بود، طالبا علیهش می جنگید، کم کم داعش، همین قسم افرادی بودن که قبلا در طالبا بودن و منحرف ساختن، از رایشان گفتن طالبا، رفتن با امریکا یا بیعت کردن، بیاین حالا به صفوف داعش بپیوندین، علیه طالبا بزنین، امی شهادت و امی مردن و امی ها را به اندازه علیه بریزیان میگن، به اندازه پروگرامشان میکنن که دیگه همه چیزشان جنت میشه، در صورتی که ده هیچ جای قرآن رقمی نگفته که شما دنیا را الا کنید بچسبین به جنت. اگر جنت به خاطر هدف و مقصد میخوایی دیگه اصلا او جنت رفتن به درد شما هم نمیخوره. خب به هر صورت من زیاد پرگویی نمیکنم، در آخر کلام ما به عنوان یک جوان افغانستان به تمام علمای افغانستانی است که نظام اسلامی را برچسب نزنید، نه به طالب برچسب بزنید، نه به داعش برچسب بزنید. اگر میخواین که جانتون حفظ شوه و بتونین واقعا بیدار شوین، هوشیار شوین، به مردم ما از این به بعد دیگه خدمت کنین، خیانت نکنین، به مردم ما خدمت کنین که مردم ما در آسایش، آرامش، آسودگی باشه. همش دین نگوین، همش آخرت نگوین، بیاین دنیای مردم هم بسازین، بیاین دنیای خودتان رو بسازین. همه چیز دین نمیشه، همه چیز آخرت نمیشه، بین دنیای مردم رو بسازین، مردم راحت زندگی کنه که بتونه خدای خود درست عبادت کنه. اگر به این رقم پیش بره، باور به خدا کنین، قسم براتون یاد میکنم، دیگه شروع میشه که دل مردم از مسجد زده میشه. او برادر در مسجد انتحاری میشه، من به خاطر چی به نماز برم؟ مسجد مردم دیگه از مسجد میگریزن، فرار میکنن. علمای افغانستان، کسایی که خصوصا در رسانه ها هستن، خواهشان ازتون میکنم برچسب اسلامی رو به نظام حکومت طالبان نزنین. قبولش دارین، قبولش داشته باشه، ولی برچسب اسلامی رو برش نزنین. این پیام ما بود، تمام علمای افغانستانی را بفهمن، تمام کسایی که در رسانه ها هستن، چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان، یک سری از انسان ها هستن، این نکته را متوجه باشین، در خارج از افغانستان علیه چیز روشن ساختن حکومت طالبان که جمهوری اسلامی است، مجاهدین است، کار میکنن در خارج از کشور. خودتان میفهمین کی است، خوب دقیق میفهمین. من مطمئن هستم که در داخل از افغانستان به مراتب داعش بیشتر در خارج از افغانستان است، داعش به مراتب بیشتر از اونم انسان هایی که امروز در خارج علیه چیز بلند شدن، علیه بقیه بلند شدن، حکومت طالبان را خوب جلوه میدن. شما مطمئن هستین همیشه روز یوتیوب و شبکه های اجتماعی رو میبینین که هدف مکی از مکی ها را میگم. مطمئن باشین که یک روز نه یک روز اینطور کشته میشن دانمو اروپا که حیران وانین که دیگه اصلا حمایت نکنین، طالب بگین و فرار بکنین. این را براتون میگم. دیگه سخنان خود به پایان میرسانم. در آخر بازم تسلیت میگم به خانواده جناب انصاری صاحب، متوجه باشین، هوشیار باشین، بیدار باشین. و پیام به عساکر طالبی است که فریب خوردین، پیام آخری من به عساکر طالبی است که فریب خوردین، دوستی عزیز فریب خوردین، برادر به نام اسلام فریبتان دادن. من این سلام میبردارین، با خدا قسم است که پیش خدا تک تکتان مسئول هستین، پیش خدا فرد فرد شما مسئول هستین. ازتون پرسان میشه، فعلا هم سر وقت است، بیاین توبه کنین، او سلایی که به خاطر طالب ورداشین سر جاش بانین، بیاین زندگی خود آزاد و آرام پیش ببرین، بیاین افغانستان رو بسازین، بیاین آلی هم سر وقت است، دروازه توبه خداوند بگفته تمام علما باز است، توبه کنین، از کارتون دست بکشین، سلاگکایتون رو بانین، وطن خود بسازین، مردم خود آرام بسازین، مردم خدا از آوارگی، بدبخت و بیچارگی و گرسنگی چیکار کنن نجات بدین. ما چرا اینقدر اصرار میکنم که حکومت اسلامی را برچسب به طالبان ندین؟ به خاطر از اینکه یک حکومت اسلامی هیچ وقت بدبختی انسان در روی زمین نمیخواد، بدبختی حیوان در روی زمین نمیخواد. امروز ما و شما میبینیم دوستان عزیز که 25 میلیون نفوس ما و شما زیر خط فقر زندگی میکنن. این نظام چطور وجدان تو عالم قبول میکنه که این نظام اسلامی جلوه بتی، بگی که این نظام اسلامی است؟ ببینیم دوستان عزیز،
خانواده ای رو ما شما میشناسیم که حتی اولادهای خود فروختن به خاطر نان خوردن. چطور وجدان یک عالمی که سالها علم خواند، قرآن خواند، خدا را شناخت، پیامبر را شناخت، دنیا را شناخت، هستی را شناخت، بیای برچسب اسلامی را به یک گروهی بده که باعث فقر و گرسنگی و کشتن و از بین بردن نظام خانواده در یک سرزمین 40 میلیون نفوسی شده؟ ما چطور امی عقل امی منطق ما چطور قبول کنه که اینه میره امی کار ما و شما انجام بدیم؟ امی حرف بزنیم بیایم بالای منبر که هر کس علیه از این حکومت قد علم بکنه سر از دوره باید بزنیم؟ ای خونه شد مردانگی، ای خونه شد حرف. بیاین یک کمی دقت کنین، باور کن فعلا خودتان میبینین امی دختری که امی روزا از چیز دکتری پانتون کابل درس دکتری میخواد چی بالای سرش آوردن؟ تو به خدا این نظام اسلامی است؟ کجا از این نظام اسلامی است؟ امی دختر صدایش بلند کرد، امی دختر صدای خود بلند کرد که بفهمه هزارات، و شما باور به خدا کنید هزارات و دختر دیگر امروز اینه میتور صدایش خفه شده به خاطر که پدرم آبرویش نره، برادرم آبرویش نره، ما به عزت نشم، هر کاری وحشیگری که بودن سری از دخترها انجام دادن. ولی این آدم به انتهای زندگی رسیده بود دیگه، گفت از این رقم زندگی کرده به من مرگ بهتر است. شما باور به خدا کنین طالب دل رحم نداره، سر ناموس ما شما دل رحم نداره. خیلی متوجه باشین، خیلی جدی بگیرین. و او علمایی که همه میاین فتوا میتن که علیه از حکومت قد علم نکنین، چرا اینطور مسائل شما خودتان اگر واقعا پشتوان حق هستین اینطور مسائل چرا بیان نمیکنین که مردم هوشیار شوه، مردم بیدار شوه، بگه او مردم اینطور اشخاص هم در بین طالبا هست، فکرتان باشه اینطور ظلم هم جریان داره علیه ناموستان، علیه فامیلتان، اینی ها هم بیان کنین. شما زمان حرف یک عالم قبول کنین که دوستان عزیز ایره براتون میگم، زمان حرف یک عالمتان قبول کنین که بیاین حقای قبرتان بیان کنن، یک طرفه قضاوت نکنن. ولا طالب 20 سال جهاد کرده، ولی هر غلطی که کنه او مشکل نداره، اوکی است، هر غلطی که کنه مشکل نداره، اوکی است. چرا نظام اسلامی یا جهاد کرده یا بخشش شده، معاف است، هر کاری که میکنه انجام بده. این حرفا را هیچ وقت از یک عالم دین توقعش هم نداشته باشین، قبولم نکنین، بفهمین که عالم دین نیست یک طرف قضاوت میکنه. هر زمانی که قضاوت یک عالم عادلانه شد حرفاش قبول کنین و بفهمین که اون عالم واقعا عالم است. شب خوب و خوش براتون میخوام، امید است که از صحبت‌های بنده یک چیزی آموخته باشین، بیداری فکری نصیبتان شده باشه. به خدا یکتا و به همتا میسپارم. صفحه پراکسی افغانستان لایک کنین، ما در راجع به امی بیدارسازی و رازهای پنهانی که ما شما امروزه در جهان بدبخت شدیم، در افغانستان نامش از لیست بیرون میبره، افغانستان نامش فلان میشه، مردمش بدبخت ها رو بیچاره میشه، از این به بعد دیگه انشالله مردم خود هوشیار و بیدار میسازیم که او مردم اینی رای که شما میرین رای به ترکستان است، نه به اسلام است، نه به عربستان، رای ترکستان است. برادر رای تا ایلاکو ایرا را ایلاکو انشالله تعالی اینمی بیداری فکری ما، اینمی صدای ما از اینمی صفحه جریان داره. هیچ وقت صدای خود خاموش نمیکنم، صدای مردم هستم، صدای ملت هستم. دل ما پاره پاره میشه زمانی که خبر یک هموطن میرسه در پشت درهای مردم. انشالله و تعالی به خدا یک تا میسپارمتان، بیدارتان میسازم، هوشیارتان میسازم از گیری از این تروریستان. انشالله و تعالی ما شما جوان ها دست به دست هم بتیم این وطن خود نجات میتیم. شب خوب و خوش براتون میخوایم، فردای بهتر از امروز براتون میخوایم. هر زمانی که تیکه از این ویدیو رو میبینین هو زمانتان خوب و خوش و سلامت و سر حال باشین، موفق و کامیاب باشین، متوجه خود